دوستان سلام به کانال پارادوکسیلیم خوش اومدید. خسرو آباز ایران محمد رضا شجریان. خاطره امروزمون در مورد استاد مسلم موسیقی اصیل ایرانه. بشنویم خاطره امروزمون رو. اسم این ویدیو شجریان و جایزه پیکاسو. شرح دریافت جایزه پیکاسو از زبان استاد شجریان. اوایل شهری بر ماه سال 78 بود که آقای احسان نراقی از پاریس به من تلفن کردند و گفتند یونسکو شما را نامزد دریافت نشان پیکاسو کرده است و به همین منظور باید 20 سپتامبر در برنامه که در یونسکو برگزار خواهد شد شرکت کنید. چند روز بعد از آن هم آقای پروفسور صادقی جراح قلب مقیم سوئیس با من تماس گرفت و این خبر را به من داد و در ضمن گفت شما که قصد دارید به پاریس بیایید چون همزمان با بزرگداشت خیام به عنوان منجم ریاضیدان و شاعر از و من هم قرار است درباره این مقام شاعری خیام و رباعیات او صحبتی کنم بسیار مناسب خواهد بود که کنسرتی به همین مناسبت در یونسکو برگزار کنید به هر حال من هم پس از صحبت با اعضای گروه آوا و جلب موافقت آنان پذیرفتم تا برنامه ای را به همین مناسبت در مقر یونسکو برگزار کنیم در روز موت هم آقای فدریکو مایور دبیر کل یونسکو بر روی صحنه آمد و ضمن قرائت متن لغ طی مراسمی نشان هنر پیکاسو را در حضور ایرانیان و خارجیان حاضر در سالن به من دادند اصل مطلب به فرانسوی بود که ترجمه آن این است سازمان تربیتی و فرهنگی و علمی ملل متحد یونسکو به پاس تلاش های محمد رضا شجریان در جهت موسیقی کلاسیک ایرانی و اشاعه آن به عنوان عامل گفتگوی فرهنگان نشان مطلای پیکاسو را به وی اهدا می‌کند جالب است بدانید این نشان به شکل بیزی است و منحصرا برای یک هنرمند ساخته می شود و سازنده آن که یک اسپانیایی است آن را به شکل چشم پیکاسو توضیح داده است چون چشم پیکاسو دنیا را به شکل متفاوتی می است در پاسخ به صحبت های آقای مایور من هم متقابلا از ایشان و سازمان یونسکو سپاسگزاری کردم و گفتم از شما سپاسگزارم که معنویت و فرهنگ کهن ایران زمین را شایسته دریافت نشان یونسکو دانستید و بنده را به نمایندگی از هنرمندان و کسانی که برای فرهنگ ایران خدمت کردند برگزیده اید. این نشان به من تعلق ندارد، بلکه نشان قدردانی از هنر، معنویت و تمام استعدادهای ایرانی است و من به نیابت از تمام صاحب هنران ایرانی از شما تشکر می کنم. به هر حال ما هر چه داریم از اساتید و مردم خوبمان داریم و من به نمایندگی از آنان این نشان را دریافت کردم. پس از آن هم کنسرتی را در ماهور و افشاری اجرا کردیم که بخش عمده آن مبتنی بر رباعیات خیام بود که با استقبال حاضران مواجه شد این نشان هر چهار سال یک بار به هنرمند یا شخصیتی که فعالیت‌های فرهنگی جهانی دارد و کارش از اصالت و خصوصیتی برخوردار است اهدا شود یهودی منوهین موسیقیدان بزرگ و نصرت فتحعلی خان خواننده پاکستانی از جمله اشخاصی هستند که این نشان را دریافت کردند نصرت فتحعلی خان که متأسفانه دو سال پیش درگذشت در دوره قبل این نشان را دریافت کرده بود که دولت پاکستان پس از آن سر و صدای زیادی را در رسانه ها و مطبوعات پاکستان به راه انداخت. حتی بعضی از رؤسای جمهوری که فعالیت های فرهنگی و هنری شاخصی در سطح جهان انجام دادهاند نیز این نشان را دریافت کردند. به هر حال این نشان برای هر هنرمندی از نظر هنری و معنوی بسیار ارزشمند است چرا که بالاترین نشان فرهنگی بین است که از سوی یونسکو به هنرمندان جهان اهدا می شود. آنچه که بیش از همه برای من خوشحال کننده است آن است که عدهای اهل دل به صدای من گوش می کنند و از آن لذت میبرند و همین بالاترین سعادت من است وقتی میبینم که پس از سالها زحمت و خدمت برای هنر این سرزمین گروهی پیدا شوند تا قدرشناسی کنند خستگیام برطرف میشود حال این موضوع از سوی سازمان بینالمللی باشد یا مردمی که با تحمل زحمات و مشکلات فراوان به کنسرت ها میآیند تا از آن استفاده کنند استاد شجریان روزنامه همشهری یازدهم ما آبان ماه سال 1378 شماره 1969 دوستان در اینجا باز هم میرسیم به انتهای خاطره دیگه ممنونیم که با ما همراه بودید تا یک ویدیو و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم وقتتون بخیر و به امید دیدار